برنامه بامدادی رادیو صدای آمریکا همه روز با تازه ترین اخبار و گزارش ها تقدیم شما دوستان می شود. و ما دوستان عزیز، مرز کودکی و بزرگسالی برای دختران و پسران و در نتیجه سن مسئولیت در ایران تحت قوانین اسلامی برای همه شهروندان برابر نیست و این نابرابری را بسیاری از حقوقدانان یکی از موارد آشکار تبعیض در قوانین جمهوری اسلامی ایران ارزیابی می کنند. برخی از موارد تبعیض در این قوانین را ما منیر رحیمی طی یک مصاحبه دنباله دار با آقای حسین رئیسی، حقوقدان ایرانی مقیم تورنتوی کانادا، در میان گذاشته است که اکنون بخش 24 آن ارائه می شود و بخش های بعدی شنبه های بعدی. آقای رئیسی در ادامه شرایط تبعیض آمیز سن مسئولیت توضیح می دهد. وقتی سن ازدواج رو پایین قرار میدی، سن مسئولیت رو پایین قرار میدی، پایین تر از 18 سال قرار میدی، مرز کودکی و بزرگسالی رو پایین قرار میدی. مرز کودکی و بزرگسالی 18 سالگی هست بر اساس استانداردهایی که در حقیقت بر اساس نظر دانشمندان مختلف این مرز تعیین شده که روند بلوغ جسمانی و عقلانی افراد تا 18 سالگی به یک حد متوسط میرسه که میتونه تشخیص خوب از بد رو بده و میتونه مسئولیت‌های اجتماعی رو بپذیره. از مسئولیت میگید آقای رئیسی گرامی، آیا من درست میفهمم این فکر که دختر یا پسر میتونن زیر 18 سالگی ازدواج بکنن این بوده که مسئولیت شروع زندگی مشترک و زناشویی رو کمتر از مثلا فرض بکنید قرار گرفتن در یک معامله ملک و ماشین و اینها یا گرفتن یک گواهی نامه یا کارهای دیگه مدنی شهری دونستن، یعنی مسئولیت زندگی مشترک کمتر از این چیزا هستش؟ معنیش اینه یا دلیل دیگه، فلسفه دیگه ممکنه پشتش باشه؟ در عمل با این توضیح که سن مسئولیت برای موضوعات مختلف در ایران متفاوت تعیین شده، همینجور که شما اشاره کردید، مثلا کودک زیر 17 سال نمیتونه گواهینامه رانندگی بگیره یا زیر 18 سال نمیتونه گواهینامه کامل رانندگی داشته باشه، باید بعد از 18 سال میتونه گواهینامه کامل رانندگی داشته باشه. و دختر و پسر در این رابطه برابر هستند یا در مورد حق رأی دادن و حق انجام معاملات مختلف برابر هستند. اما در حقیقت نوع نگاهی که به ازدواج شده در مورد دختر که اساساً مبتنی بر بی اختیاری دختره، برای این که میگن دختر، قانون داره میگه، این حرف من نیست، قانون مدنی ایران ازدواج دختر رو با رضایت پدر میدونه و پدر این دختر حتی در سنین پایین تر از 9 سالگی هم میتونه اونو به ازدواج بده و ماهیت اون ازدواج از نظر حقوق ایران ماهیت درستیه، فقط اگر مشکلاتی بر اون مترتب بشه قابل ابطال هست و یا امکان ثبت ممکنه نداشته باشه، اونم با شرایطی ممکنه امکان ثبتش هم فراهم بشه. در مورد دختر یک نگاه بسیار پایین دستی میکنه، این تبعیضش خیلی روشنتر و واضحتره. این صدای آمریکا در واشنگتن.